برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه داریم با ترزا باربت، عضو پارلمان اروپا، در رابطه با سکولاریسم در اروپا. در ضمن در رابطه با حمله تراژیک تروریستی علیه مردم بروکسل، یک برنامه، یه افشاگری علیه دولت عربستان سعودی، فتوا علیه صدای زنان و سکیتبوردینگ دختران در افغانستان خواهیم داشت. با ما باشید. در هفته که گذشت حمله تروریستی داعش علیه مردم بروکسل رو ما مشاهده کردیم و واقعا چیزی که اتفاق میفته هر وقت این نوع حملات تروریستی صورت میگیره، یه نوع واقعا نفرت علیه جنبشی که حمله میکنه به مردمی که دارن میرن کار خود، دارن میرن دنبال کار زندگیشون. یکی روی قطار داره میره سر کار، یکی توی فرودگاه میخواد با بچه‌هاش یا خانواده‌اش بره مثلا مسافرت یه جایی، به خصوص چون الان به زودی تعطیلات، یه نوع تعطیلات توی اروپا. واقعا دیگه از این بدتر آدم نمیدونه کی رو میشه پیدا کرد. یعنی حمله به مردمی که دارن میرن دنبال کار و زندگی خودشون. دقیقاً این که مردم عادی هدف حمله جنایت اسلامی باشن، این چیزی که ما توی خاورمیانه و شمال آفریقا دیدیم، در ایران دیدیم، در عربستان سعودی هر روز میبینیم، در شمال آفریقا، در کشورهای دیگه میبینیم. بمب‌گذاری اینا اصلا جون مردم معمولی براشون مهم نیست و این بخشی از در واقع جوهر جریانات اسلامیه. ولی در این حال عکس العمل نسبت به این قضیه از طرف جریانات راست افراطی تو اروپا و آمریکا رو میشه دید، که سریع سعی میکنن که در پشت هر حمله به مهاجرین و خارجی ها حمله بکنن و اینا رو مسئول جمعیت و مردم مهاجر رو مسئول این قضیه بدونن. و از طرف دیگه هم جنایت هوادار جنبش اسلامی سعی می‌کنن بگن خب این باعث بانش به خاطر سیاست‌های امپریالیستی و استعماری کشورهای اروپا بوده، که در واقع دوتاشون تلاش می‌کنن جهت و تفکر جامعه را از اون موضوع اصلی که جنایت اسلامی هستن رو دور بکنن و موضوع رو متوجه مسائل دیگه بکنن. و به خصوص وقتی خب می‌بینیم که کسایی که هستن که طرفداری میکنن از جنبش اسلام سیاسی، یه متاسفانه یه بخششون هم از این چپهای پست مدرنیست طرفدار اسلام سیاسی واقعا عقب موندن، که میگن که خب بالاخره این سیاستهای دولای غربیه که باعث میشه که الان اسلامی ها بیان بمب بذارن توی بروکسل. انگار اینکه کشدار مردم عادی اصلا یک نوع مبارزه سیاسیه. اصلا اینطوری نیست. هیچ وقت هم اینا حمله نمی کنن به ارگانهای دولتی، همیشه حمله می کنن به مراکزی که مردم دارن میرن، بازار دارن میرن، رستوران دارن میرن، روی قطار میشینن. یعنی دقیقا اونجا حمله می کنن که دارن میزنن به مردم عادی و هیچ ربطی به مبارزه سیاسی علیه مثلا سیاستهای دولتهای غربی نداره. یعنی و این واقعیت رو میشه دید وقتی که میبینیم که اصلی اکثر بمب‌گذاری ها داره توی خود مناطق ما صورت میگیره، توی خاورمیانه، آفریقای شمالی، که اصلا ربطی به سیاست های دول غربی نداره. دقیقا. و از طرف دیگه هم روی دیگه سکه در واقع جنایت راست هستن که از این فرصت استفاده میکنن، با همون شیوه با همون متد سعی میکنن که با مردم دوباره حمله بکنن. مثلا فرض کن کاندیداهای ریاست جمهوری تو آمریکا، بخش جمهوری خواهشون دوتاشون گفتن، کروز و ترامپ گفتن که شروع کنیم مناطقی رو که مسلمان نشینن رو پلیس اونجا بیشتر مثلا کنترل بکنه. معلوم نیست تو آمریکا منطقه مسلمان نشین یعنی چی و چطور آدم‌ها رو میشه چیز کرد، و به جای اینکه توجهشون رو به جوهر جنبش اسلامی و اینا 5000 نفری رو خودشون دارن میگن 5000 نفر هستن که از این جریانات جهادی هستن که رفتن سوریه و عراق و این کشورها تعلیم دادن، برگشتن دارن اروپا یا دارن در گشت و گذارن. خب اینا رو معلومه، اینا که ریشه‌شون اینا هستن، اینا رو باید جلوشون گرفت. اینا همشون پلیس و جریانات امنیتی کشور اروپا اینا رو همه رو میشناسن. و
و جالب اینجاست که هی میخوان تمرکز کنن روی مهاجرینی که فرار کردن از اون وضعیت، از خود این تروریست ها فرار کردن، حالا شدن مسئول این وضعیت، و مسلمانایی که به 99%شون دارن میرن کار زندگی خودشون میکنن، ربطی به این جنبش ندارن. و به نظرم کمک برای اینا راه یه نوع بهانه میشه که سیاست های ضد بشریشون رو پیش ببرن و اعمال کنن. این هفته گذشتم خب توی یکی از تلویزیون های انگلیس یک فیلمی رو نشوندن در رابطه با افشاگری از موقعیت و وضعیتی رو که عربستان زندگی تحت حاکمیت عربستان سعودی رو نشوندن. و نشوندن چطوری زندگی مردم عادی اونجا واقعا سیاهه. تصویری رو که از زندگی تحت کنترل جمهوری اسلامی تو ایران هست یا اون فشارهایی که هست تو عربستانی بشه به شکل سلافیش، به شکل خیلی وحشیانه تر از اون چیزی رو که آدم میتونه ببینه. اون جوهر شکیه و به خصوص به خاطر اینکه اون جنبش اعتراضی که مثلا بعد از انقلاب تو ایران دیدیم اونجا خب وجود نداره به این نوع، و به همین دلیل مبارزه علیهش خب خیلی وحشی تره به خاطر اینکه مبارزه کمتره به یه نوعی. آره توی فیلم نشون میدن که چطوری اصلا حضور زنا، اذیت کردن توی خیابون پلیس نهیه از منکر و اسلامی چطوری با شلاق زنا رو میزنن، هول میدن زنا رو توی خیابون، اجازه ندارن. مثلا زندگی در این حال زندگی مردم چقدر فرق وجود داره تو عربستان سعودی برعکس اون چیزی رو که توی اذهان عمومی وجود داره، چقدر فرق تو اون جامعه وجود داره. و نشون میده که زندگی تحت جریانات زندگی تحت حکومت اسلامی و جنات اسلامی چقدر سیاهه. و در ضمن خب چیزی که تو این فیلم نشون دادن رابطه نزدیک دولت عربستان سعودی با تروریسم در جهان، و اینکه چطوری میشه که دولت‌های غربی اینقدر رابطه نزدیکی با عربستان سعودی دارن، با این دولتش دارن، و در این حال کمک مالی میکنن به این دولت، حتی آموزش میدن به پلیس و پولای کلانی میدن برای حتی برای ارتش و غیره، و از اون ور میبینیم که اتفاقا ارتباطاتی هست با تروریسم، با افزایش این اسلام سیاسی در جهان. و خب اگر اینقدر نگران تروریستن که بعدم باشن، به جای اینکه هی تمرکز کنن روی مسلمونا و روی مهاجرین، بهتره روی رابطه خودشون با عربستان سعودی تمرکز کنن. اخیراً در اتحادیه اروپا بودم برای سخنرانی به دعوت یکی از اعضای پارلمان به اسم تریسا باربات. الان با هم مصاحبه ببینیم که باهاش انجام دادم در رابطه با اهمیت این پروژه‌ای که سازمان داده برای دفاع از سکولاریسم در اتحادیه اروپا. با ما باشید. Thank you, MEP Teresa Barbat, for having this interview with us. I wanted to ask you about Euromines. What is that new project about? We are convinced that a politician of the 21st century must be informed by science, because there's a lot of things that we take in an ideological way, and you must, it is a lot of information and experience. We have been a lot of things in the 20th century, and then we have a lot of the investigations, everything that we can help us to do a more informed decisions in the political area. And I think that it's very important and dialogue between science and social science, because there is a frontier between both, and that is a lot of information that comes in this frontier for a politician. And I suppose, given the fact that we are inundated with this religious fundamentalist right-wing movement,
reason and science, it just seems so much common sense, doesn't it? Yes, because the only way to have a dialogue, a debate, to achieve an agreement is with the things that are objective, because if everybody has his private life, his feelings, he believes in a lot of things, but the only common field is objectivity, because between subjectivities is very difficult to have a result. It's for us that we think that it's important to separate things. They are an area for politics and everything that must be in the most part, if possible, be grounded in science, in facts, in good theories. And then the other is the feelings on the private life of the people. And for this is we are promoting the secular humanism and the secular outlook, because we are afraid of in this moment in Europe, the secularism is in danger. How is it in danger? Is in danger because not just of religious fundamentalisms, that is perhaps the big one problem, but also the populisms, nationalisms in regions of Europe, that politicians manipulate people in using lies about the origins, the historical myth, and everything that and the finality, they want to separate people and manipulate people. And we have a very important project that is European Union, and we have do everything to save this, because it's a guarantee for peace, for progress, for welfare of the people. And secularism, I mean, I think it's something that's important both for Europe but also globally. Why do you think secularism is so key? I think that is possible from from Europe to promote these ideas and discuss with other countries. And for instance, I am in the delegation of Maghreb, and my target is to speak with the people of the north of Africa, the Maghreb, of my area, about free expression and freedom of belief, secularism, education, the dialogue, intercultural dialogue, but with basic pillars as freedom of expression, a freedom of conscience, and I think I can do a good work with a secular outlook that we promote, as you have seen in our project Euromind. Thank you very much. Thank you. امیدوارم از این مصاحبه خوشتون اومده باشه. خانم ترسا باربت از اسپانیاس و یکی از اعضای پارلمان اروپاست. و چیزی که برای من خیلی جالب بود، اول اینکه منو دعوت کرد برای یکی از جلساتشون. این خیلی جالب بود. نه واقعا، به خاطر اینکه همیشه مذهبیون رو دعوت میکنن برای جلساتشون، و به نظرم میدونی اهمیت اینکه کسایی باشن توی پارلمان اروپا، توی هر پارلمانی هر کجای دنیا، که دارن از جدایی دین از دولت، از سکولاریسم، از علم، از تحقیقات بدون مذهب دارن استفاده میکنن. و خب این میشه گفت که یه چیز نوآوریه، در حالی که نباید اینطوری باشه، به خاطر اینکه هر سیاستایی که الان نگاه میکنیم توی اتحادیه اروپا یا مثلا توی پارلمانای انگلیس و غیره، مذهب کلی توش دخیله و
انگار این که نمیشه یه سیاستی اینا اجرا کنن بدون اینکه مذهب رو یه طوری بیارن توش. دقیقاً از بعد از انقلاب فرانسه و دوران عصر روشنگری این یک سنت بوده و یه رگه بوده که دولت و سازمان دولتی بر غیر مذهبی باشه و مذهب به مسئله خصوصی افراد تبدیل بشه و جامعه اجازه بده که بر مبنای عقل بشر حرکت بکنه. ولی هیچ وقت اینطوری نیست، همیشه جریانات مذهبی حالا توی کشورهای خاورمیانه و ایران هم میتونیم ببینیم جریانات مذهبی تلاش کردن که اون موقعیت استثنایی رو برای خودشون حس بکنن، ولی واقعیت قضیه اینه که یک دولت غیر مذهبی بهتر میتونه سیاست‌های مختلف رو بیاد بر مبنای نتایج سیاستی رو که میذاره امتحان بکنن، نتایج بیان بررسی بکنن، دوباره سیاست عوض بکنن و بر مبنای عقل و نتیجه واقعی علمی بتونن که سیاست‌های رو اجرا بکنن که به نفع جامعه باشه. ولی جنات مذهبی و اسلامی و مسیحی تلاش میکنن که این موقعیت متفاوت رو برای خودشون حفظ بکنن و تحت نام سیاست‌های اخلاقی. نگاه کنید شما توی مدارس آموزش و پرورش، توی بهداشت جامعه، محیط زیست، هر چقدر اینا از مذهب و عقاید مذهبی دورتر باشه و بر مبنای عقل و علم و بشری باشه، نتایج بهتری خواهد داشت. فتوای احمقانه این هفته از آقای شیخ صالح فوزانه، شیخ صالح الفوزانه که هفته پیش اگر یادتون باشه علیه بوفه فتوا داده بود، این هفته فکر کرده یه فتوای علیه صدای زنان بده و گفتن که زنایی که مثلا توی عروسی و غیره وقتی دارن جشن میگیرن کل میزنن، اینا دیگه واقعا خیلی حرامن، به خاطر اینکه صداش میره توی گوش مردان، معلوم نمیشه چی میشه به این مردان. خیلی جالبه این فکر کنم این دفعه بیکار بوده، رفته نگاه کرده گفته که یه کار دیگه میکنی. آها، زنا این دفعه به زنا حمله نکردیم. اینا فقط به هر هفته برنامه‌شونه که به زنا حمله کنن. تو کشورهای عرب زبان بیشتر این هست و فکر کنم تو ایران هم همینطور است. کل زدن و ابراز خوشحالی کردن یکی از چیزایی که اصلا هنر کل زدن، میتونی خوب کل بزنی، یه کاراکتری خواهی داشت در عروسی و این خیلی مهمه. ولی ایشون ناراحت از این قضیه. به نظرم مثلا بعد آدم خیلی مواظب باشه که نره یه جایی عروسی که بوفه دارن بعد تازه کلم بزنن. خیلی خوشحال بعد بریم. من اینجوری هم روز یه زانو هم بزنید. نه مریم، خیلی کارهای بدی میکنه این کارو کنی تو. ولی خیلی جالبه تو ایران هم همین کارو میکنن. فکر کنم اینا هم یه حکمایی هم تو ایران اینجوری به علیه این زدن دارن. ولی ما در پاسخ به این آقا این تیکر رو نگاه کنیم. متاسفانه خودمون بلد نیستیم کل بزنیم، برای همین براتون ویدیو گذاشتیم. لحظه از زندگی این هفته از افغانستانه و مدرسه سکیتبوردینگ که تشکیل شده الان چند سال که نزدیک به نصفی از شاگرداش دختران و واقعا چیز زیبا و جالبیه. یعنی توی جایی که دختران خیلی اوقات حمله میشن علیهشون، به خصوص از سوی جریانات اسلامی مثل طالبان، میبینیم که دارن یه سری دخترها میان توی مدرسه ای که سکیتبوردینگ میکنن یاد میگیرن و با پسرها و بچه های دیگه دارن بازی میکنن و زندگی خودشونو میکنن. و اینکه این یه برنامه دراز مدتیه اتفاق این مدرسه هست و یک باره نیست، مثلا دو سه سال پیش شروع شده باشه. و جالبی این قضیه اینه که تحت حکومت طالبان زیبایی افغانستان با جووناش داره میاد بیرون، کارایی میکنن برای بچه های معلول، حتی بچه هایی که علاوه فیزیکی معلولیت دارن میان اونجا کار میکنن، بچه هایی که توی خیابون هستن، بچه های خیابونی میتونن بیان اونجا و اسکیتبورد کنن، مثل تمام بچه های دنیا از زندگیشون لذت ببرن. واقعا میشه دید که حتی سکیتبوردینگ یه نوع مبارزه است برای یه زندگی که عادی، زندگی بهتر برای دختران و پسران. به هر حال امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون از تماساتون، حتما تماسای خودتون رو ادامه بدین
و تا هفته آینده روزا و شبای خیلی خوبی داشته باشین. بای. Goodbye. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.